خوردم اسکی. دوباره قاطی کردی؟ چرا؟ چرا اینقدر عصبانی تو؟ 10 بار بهش زنگ زدم جواب نداد. منم یه تکست واسش زدم اساسی. حالا فرض کن جواب داد، چی میخوای بهش بگی؟ یعنی تو نمیدونی من چی میخوام بهش بگم؟ چرا میدونم عزیزم. آیا رویا با حرف تو از مناقصه میکشه کنار؟ حداقلش اینو میفهمه چقدر واسه من مهمه این کار. من تا تهش میرم رویا یا هر کسی دیگه جلوم وایسه میزنمش زمین. الانم هم دارم میام دفترش همینو بهش حالی کنم. آخر سر شما دو تا یه بلای سر هم میارید. من میدونم. واسه این بلای سر هم بیاریم تو همون 12-13 زندگی میاریم. ببین تو برو پیش پسر بهزاد ببین اوضاع از چه قراره، یه سری اطلاعات به درد بخور ازش بگیر. باشه بعدن میرم. الان الان یعنی دستور سعید جون؟ داله جان برو عیسان، برو من وقت ندارم. باش موازم خود باش. سلام. اجازه بدین هماهنگ کنم. نیازی نیست. بله. به سلامت. از پذیراییتونم خیلی ممنونم. ببخش. سلام، منو خدمت جناب دکتر قدسی ابلاغ بفرمایید. بهشون بگین تا کمی بعد از رفتن مهمان ناگهانی میرسم خدمتشون. منتظرتون هستم. خواهش میکنم. رویا قرارمونی نبود. قرارمون چی بود؟ که بعد از رفتن تو ما توش مناقصه شرکت نکنیم. من که یادم نمیاد. این همه کار، این همه زمین خالی. من 2 سال از عمرم رو گذاشتم رو پروژه ریزورت هندورابی. کلی طرح و ایده درخشان دارم واسش. پروژه دیگه پول تو خرج کن.
ببخشید. میشه ازتون بپرسم الان دقیقاً اینجا شما سمتتون چیه که برای من تعیین تکلیف میکنی؟ این شرکت رو من ساختم. من جملتو یه بار دیگه تکرار کن. 100 دفعه دیگه بخوام میگم اینجا رو من ساختم. خوبه، هنوز توهمتو داری. شما ثبتش کردی. نه، من ساختمش. باشه، تو ساختیش. ولی با چی؟ با اعتماد یکی دیگه، با اعتبار یکی دیگه، با پول یکی دیگه. پول. یه حرف تازه بزن بشنوم. باشه، حرف تازه میزنم. پس خوب گوشتو باز کن. شما در جایگاهی نیستی که به من بگی چیکار بکنم، چیکار نکنم. در ضمن اون مناقصه هم که اینقدر برات مهمه، پول لازم داره. پول زیاد. پول زیادم کار زیاد میخواد. کار زیادم وقت زیاد میخواد. پس لطفاً اون قهوه‌تو میل کن و برو سر مشقت. به طرح و ایده های شگفت‌آورت بپرداز. لطفاً ماشین منو بیارین، میخوام برم بیرون. ببین عزیز من. به من نگو عزیز من. عزیز من، اونی که زیاد پوله، اونی که کم عقله، هوشه، سواده. که لابو تو داری من ندارم، آره؟ بگو، خجالت نکش. مزخرفات زیادی بوده که پشت سرم گفتی بعد از طلاقمون. الان میخوام ازت تو روم بگی، تو چشام نگاه کن و بگو. کدومشو دوست داری بشنوی؟ همشو. حالت بد میشه؟ برو کنار؟ خانم مفیدی، این آقا کیه تو راه روی بیدواز علافه؟ مگه اینجا کارماسراست؟ آقای احمدی هست. کی؟ آقای منتظر. سریع بفرستش اتاق انتظار، سریع ها. حالا بگو. روانی دیگه. این بنده خدا چیکار به کار تو داشت؟ متاسفانه حتی در این موردم تصمیم گیرنده نیستی. رویا، من نمیذارم با اسم و اعتبار این شرکت که خودم ساختمش و بعد طلاقمون با زرنگی از چنگ من درش آوردی روبروم وایسی. نه. این مزخرفی که گفتی که بعداً جوابشو بهت میدم. یه چیزی گفتی قبلش، برگرد عقب، در مورد سواد و دانش و اینا اونو بگو. فرقی نداره، تهش میرسیم به همینی که میخوام بگم. اصلا تو باهوش، با سواد، کل این جزیره منو میشناسن. تو این مملکتم که میدونی شخص مهمه. بدون من نه تو چیزی هستی، نه این دم و دستگاهت. طبق معمول حرفای درستی میزنی. عجب، راست میگی. تو این مملکت فقط شخص مهمه. اصلا بهش فکر نکرده بودم. تو هم شخص مهم، پس اینجا چی کار میکنی؟ برو پروژه رو وردا ببر تمام. ما هم یه سری آدم کمهوش، بیدانش، بیسواد تماشا میکنیم، واسه کف میزنیم. اصلا تو برنده، ما بازنده. خوبه؟ این جایزه‌ای که اینجا گذاشتی مال منه. میدونم دوستشون داری، ولی نمیتونی ببریشون. باشه، امانت پیشت. دنبال بهترشم. خوبه. تو میدونی من وقتی قرار باشه ببرم، میبرم. میدونم. سلام. بچه من الان برمیگردم. چی شد؟ بیا بهت میگم. خب بگو چی شد. هیچی. بهزاد میگه سابقه شرکت رویا بیشتره، برنده مناقصه است. به سعیدم بگو بیخود وقتش رو تلف نکنه، بره دنبال یه کار دیگه. برم دنبال یه کار دیگه؟ سابقهش؟ سابقهش بیشتره، شانسش هم بیشتره. اون سابقه که داره پوزشو میده از صدقه سر من بوده. کار شبانه روزی من احمقیه کاری کرد که حالا خانم زبان اعتمادش بشه. خب من توی شرکت جدیدم چه غلطی کردم؟ تو اون پروژه گنده رو به من دادن که حالا هندو را بیا بدن. آجر به آجر شرکت رویاسازان کار من بوده که حالا شده رزومه رویا. خب معلومه میگن سابقهش بیشتره، معلومه که پروژه رو به من نمیدن. منم بودم همچین خریتی نمیکردم. ولی یه جای کار داره میلنگه. واسه چی از الان بعد بگن شرکت رویا شانسش بیشتره؟ این یه زدوبندی کرده باشون. میشناسمش، میدونم چه جونه مریه. خریدتشون ممکنه. به همین جوری وا دادی؟ لاله، من 2 سال از عمرمو گذاشتم پای پروژه هندورابی. 3 هفته دیگه پاکت‌های مناقصه باز میشه. اگه اسم مادر هست باید بریم قاز بچرونیم. سعید، ببین، اگر که بتونیم یه سابقه برای خودمون جور کنیم، شاید بشه یه کاریش کرد. چون ما الان همه چی داریم. چجوری تو 3 هفته سابقه 10-12 سال کار توی مملکت جور کنیم؟
حالا لزومی نداره تو این مملکت باشه، یه جای دیگه بهترم هست. چی داری میگی؟ ببین ما میتونیم یه پروژه نیمه کار پیدا کنیم، روش سرمایه گذاری کنیم تو اروپا. چرا اروپا؟ چون طرف مناقصه اروپاییه. چیش به نفعمونه؟ امتیازه، رزومت حساب میشه، میتونی متقاعدشون کنی. یه دقیقه بس. یعنی من برم تو اروپا روی پروژه مشابه هندورابی سرمایه گذاری بکنم؟ حالا لزومی هم نداره دقیقا شبیه هندورابی باشه، مهم سرمایه گذاری کردن تو اروپاست. که طرف اسپانیایی رو مجاب کنم، سابقه قوی دارم. ببین فکر الان خامه ولی پختش میکنیم، باید همه چیزو بررسی کنیم. فرض کن تو داری درست میگی، پروژه نیمه کاره تو اروپا تو این مدتی کم از کجا پیدا کنیم؟ این نکته مهمیه، چون زمانم نداریم. باید یه آدمایی پیدا کنیم که کانکشنای قوی داشته باشن. یه دوستی داشتی تو کانادا، یه کارایی با هم کرده بودی. نیما؟ آره. بفهم پای رویا وسط نمیاد جلو. چرا؟ یه اختلافاتی دارن سر یه ملکی تو کانادا. با رویا اختلاف دارن؟ بهتر ما. بعدم اصلا لزومی نداره الان اسم رویا رو بیاری، هر وقت که لازم شد بهش میگی. آدما برای پول همه کار میکنن. گیریم همه چی درست پیش رفت، مدارک سرمایه گذاری چجوری بکنیم لای مدارک مناقصه؟ این آسون ترین بخششه، اینو بسپار به من. چجوری؟ یه خانمی هست به اسم آندریا، مسئول اداری مناقصه است تو اسپانیا، مثل بهزاد تو ایران. این هم که با هم همش در ارتباطن. بهزادم که حل مدارکو میرسونیم بهش، میذاره توی پرونده. باید فکر کنم. فکر کن، ولی این تنها برگ برندمونه. چی میگی سعید؟ سه شبی زنگ زدی حرفای مهم میزنی، جزیره مناقصه برمون کن بابا، هر چی هست بذار واسه فردا. اولاق جون چی چیو بذار واسه فردا، موضوع کلی پول وسطه. ببین تو الان 100,000 دلار هم به بدی من حاضر نیستم با طرف بزنم، هر کاری داری بذار واسه فردا. سرت کنن که هنوز 100,000 دلار وسط کلی پوله. نه پس چند صد میلیون دلار تو خوبی؟ آره چند صد میلیون دلار. تو یه 10 دقیقه نخوابه ای، من چی میگم؟ اگه بعد بود هر چی خواستی بهم بگو. اصلا نصف شب مغزم کار نمیکنه. اصلا ایمیل بده من صبح فرش پا میشم. ایمیل هم میکنم برات، ولی تو یه 10 دقیقه خوابت بزن نمیتونی؟ چقدر بیشوری تو خواهد، من نمیتونم دیگه. خیلی خب بگی بکم، ولی تا بیدار شدی بهم زنگ بزن. ببین نیما منو نیا کن، تا بیدار شدی بهم زنگ، من خودم بیدارم. آره بیدارم، خدافظ. الو بیدارم اینه. چرا مثل مرغ سر شب گرفتی خوابیدی؟ پاشو بابا بلند شو. سر شب چی؟ ساعت 3 نصف شبه. من از کله سر تو این سرمایه ونکوور دنبال کار جنابالیم، الان هم دارم میرم یکیو ببینم. ها چی شد؟ خوندی ایمیلو؟ آره خوندم. خوب گوش کن ببین چی میگم. من یه سری اطلاعات و مدارک میخوام سعی دقیق و درست، چون فرصتت کمه باید مدام گوش به زنگ باشی. نظر کاری میشه کرد؟ آره بابا چرا نشه، فقط هزینه داره. من همین الان باید یه سری آدمو بچینم پای کار، بعد پول خرج کنیم مهندس. راستی سعید شینگن داری دیگه؟ آره شینگن داریم. آره دارین؟ باز یه سری آدم اضافه چیدی دور خودت؟ مگه با کی داری میای؟ خانم بیهقی مشاورمه. بر سرت، من از وقتی تو رو میشناسم همه مشاورات زنن. بری نگو بابا، آدم حسابیه، اسمش لاله است، ولی تو بهش میگی خانم بیهقی. خب خبرت میکنم با آدم حسابی بیاد، من خودم هم یه ذره زودتر از این کارم شده میزنم بیرون. بریم منطقه گرم سیری اشغال کنیم، فقط جون هر کی دوست داری سعید این پول بلیط آنو حالا پولشو بده، من اینجا باید حساب بکنم. خدا نمیدی الانم تو توالت داری با من صحبت میکنی، خاک بر سر. ببین نیما از خبر از تو به خانم به حقی سلب بخیر. بیداش نیستی نیما، هنوز چه غلطی میکنه. راش گیرنجینه آقای محترم، اینجوریه؟ آقای محترم این استقباله؟ خوشگله من آره بیحقی درسته؟ سلام، خوش رفتم. این پروژه‌ای که برات پیدا کردم نامبروانه سعید، لب ساحل تو منطقه آنگولا ساکسونشین. آقا یادت نرا یه پنتاس سی وی یو با جکوزی تو تراس برای من مهره میکنی، تحویل میدی کار دارم. میتونیم الان بریم ببینیمش؟ آره تو فقط سر راهمونه، ولی فقط از بیرون میتونی ببینی چون پروژه که متوقف. شرایطش چیه؟
ببین بی پول هیچ بانکی هم حاضر نیست بهش وام بده. برای تکمیل تحویل پروژهش نیاز پول نقد داره. چقدر؟ یاد باش مذاکره کنیم ببین مزه دهنش چیه. ولی اون دوتا امتیاز خوبی که می‌خواستی رو برات گرفتم. یعنی قبول کرد که تاریخ قرارداد بزنی یک سال نیم پیش. yes. مبلغ هم تو قرارداد بیشتر بزنه. آف کورس. آره کلا. تو استادی که لب می‌کشید. آفرین سعید. بهت گفتم اگه فکرتو به کار بندازی همه چی درست میشه. آفرین سعید. میگم حالا این مناقصه‌ای که قراره تو ایران برگزار بشه جریانش چیه؟ پروژه یه ریزورت تو هندورابی، یه ریزورت خیلی بزرگ. چه می‌گادم هیولا. باز یه پروژه بزرگ دیدی دیوونه شدی آره. خانم این از اولش هم اینجوری بودا. همه می‌خواستن ساختمون بسازن، این می‌خواست برج بسازه. همه می‌خواستن برج بسازن، این می‌خواست. بله. وکیل چی شد؟ بله خانم به یقینم پیدا کردم. مطمئنه؟ اطمینان جایی که پول هست. منطقه رو نگاه کن سعید، فاصله‌شو تا دریا خانم به یقین ببین 2 متره. صاحبش هم یه مراکشی هست به نام الهدادی، آدم حسابیه. حالا مگه مهمه؟ معلومه که مهمه. خب معامله میلیون دلاری بکنم. اسم طرف الهدادی. اینجا هم فقط ملک نداره، روسیه داره، ترکیه داره، نمیدونم یونان داره. کلا هر جا میرفته اشغال یه ملک هم می‌خریده. ملک می‌خریده و بیزینس‌های سنگین را مینداخته. پول زیاد بوده تو دست و بالش. Θέλω να σας αναφέρω ότι ο συνάδελφος δεν έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε στοιχείο και θεωρώ πως η συνάδελφη είναι παράνομη. Ζητώ να απαλλαχθεί από τις κατηγορίες του πελάτη. البته سعید الان فقط کار مهمه، به این فکر کن، به چیزایی دیگه فکر نکنی. به نظر کارشو خوب بلده. درجه یکه، یه دونه پرونده باخت بوده. اینو من با آدم درجه دو کار میکنم. نه ولی تا دلت بخواد من با آدم درجه دو کار کردم. میگیش خودتو کی باش قرار داری؟ یه ساعت دیگه ببینمش. کجا؟ تو لابی هتل. The contract with our Moroccan partner is not, but it will be dated a year and a half ago. Yes. Do you made any agreement with your partner? Yes, yes, it's okay. He has a problem. And about the fee, you know, the amount of money we are paying right now is less than we mentioned in our contract. It's important. Is there anything else I should know? No, I don't think so, but we have to be careful in writing down the contract. Excuse me. To prevent any possible problems. So, but you know, this is our main concern. Yes, we're talking about a lot of money, you know? Yes, I understand the situation. I will make you much more important than you are. In just one condition. What? You want me to make an illegal contract looks like legal. So I'm not gonna sign any paper with you. And also, my name shouldn't be mentioned anywhere. And most importantly, I get paid upfront. How much you wanna get? 300,000 euros, cash. ‎50% upfront, 50% when we start the construction. ‎50% upfront, 50% when you get the share. Excuse us. نظرتون چیه؟ معلومه. من که میگم نه. به نظر من فهمیده کار ما گیره. برای همین داره بالا میگه. ولی کارشو بلده. خیلی ها کارشونو بلدم. به این صرافه تو کیش زنگ بزن ببین 150,000 یورو میتونه حواله کنه. دیوونه شدی سعید؟ مگه بار اولته داری معامله میکنی؟ اینو خودم پیدا کردم. یه دو روز من وقت بدین یکی دیگه پیدا کنم. وقت نداریم، خیلی دیره. بذار من یه زنگ بزنم. اونو من دیگه نمیدونم. سعید خودت میدونی ها. خانم بیحقی. خانم بیحقی. To welcome you all on board. Thank you so much. Thank you. Very pleased to meet everyone. Before we start discuss any business, I suggest we drink something. Yes, sure. To relax and get to know each other, yes? Sure. You agree. Samir, bring some beverages for my guests here. Let's start the meeting. Whatever information you need,
she will give you. Mr. Al-Hadoudi will spend 50% of his project for $15 million. The money will be spent on accomplishment and exploitation. $50 million? Don't you think it's too early to talk about money? Well, what's the time to talk about this? Let my client visit the project first, and if he intends to invest, then we can discuss on the price. We thought he would be interested. He won't agree on any amount unless he visits the project. It's okay. Let's visit the project right tomorrow and set a meeting for tomorrow evening again. Certainly, but if we receive the results of inquiries and become confident that everything is legal, then we can discuss on the price. Okay. Okay, we will leave the money discussion for the next meeting. It's okay, no money discussion now. Please, help yourselves. You appear to be a very good lawyer. I would love to work with you in a few of my projects. I will be busy with my cases for 2 years. But thank you anyway. Samir, bring the dinner over. I won't stay for the dinner. Are you sure you want to go? I have another meeting. I have to go. Excuse me. Thank you, everyone. Have a good night. I'll take you to the car. میگم اگه جفته جور شد کارت اینجا من میمونم بالا سر کار. ای خدا اصلا خسته شدم ونکوور. بعدم نمیاد یه مدت بیام اینجا بمونم. یهو دیدی اصلا اینجا ازدواج کردم یه زن اینجایی هم گرفتم. خوبم خدایی. خدایی خوبم. ببین کشتی؟ نه بابا همینم که همونه تو این موقعیت مخم آبادم به فنا. خری دیگه یه اولا. این که نمیارت پایی میبرت بالا. این خر و شیر میکنه. بیا بکه شیر شو. تو از دختر ربکای چی میدونی؟ کارشو که بلده. دیدی چجوری وکیل علیدادی و پیچون تو هم؟ کارشو نمیگم که خر خودشو میگم. خاک تو سرت سعید. تو ناسلامتی نمی خارج رفتی اومدی با خارجی ها مراوده کردی. نمیدونی اینا تو کار باشن تو هیچ فاز دیگه ای نیستن. اینا یا کار میکنن یا اگه کار نکنن اون وقت یه کار دیگه رو میکنن. سوال منم همینه دیگه. هم کارش هم یه کار دیگه. بنده کارشو میدونستم خدمت حضرت عالی عرض کردم. من فوزو نیستم تو زندگی شخصی یارو تحقیق کنم که. با کی قرار داشتم؟ دیوونه شدی سعیدو. چرا باید با من چک کنه؟ من کیشم؟ بعدم از اتالیا اومدی اینجا بیزینس کنی یا دختربازی؟ این خانم بیحقیتون در جریان تحقیقات از اتالیا هستن یا میخوایی مثل رویا بدبختش کنی ها؟ باز زر زد تربیتی مرتی که هزار بار بهت گفتم در مورد رویا دهنو ببند این خانم بیحقی هم فقط مشاور منه فهمیدی؟ فقط مشاور من تکرار کن فقط مشاور من فقط مشاور دروغ میگی جذاب میشی حالا این خانم فقط مشاور چجوری هست پول داره بی پوله به تو چه من میخوای بگیریش به تو چه مگه فقط مشاورت نیست حالا من میگیرم یا نمیگیرم دیگه اینم سنش کم نی بالاخره باید یکی بگیرش دیگه تشریف خانواده دارشاد من گرفتمش اینا رو بذار واسه بعد کارا چه تو مال تو تو کار مال ما بعد کار برای منم باشه بعد کار اینجوری بعد کار چقدر کار داریم سعی پروژه خوبی میشه اطلاعاتش کردم علیه دادی تو جیبه تا همین رو بچف کنم اوکی ربکا کمی What do you think? I think he likes it It's a brilliant investment okay.
نیما دان دان اوکی لیتس گو گایز. مهندس چرا نمیخوری؟ حتی از پاپوله میز مامنه خانم به حقی پروژه درجه یک که براش پیدا کردم، شیرینیشم که خودم دارم میدم، وکیل مولتی هم که گوشم کنارش، یه رفیق دیگه بعد تو رفاقت چی کار؟ من نمیدونم به خودم پول کی میاد اینجا؟ اگه سعید عدد و رقم امروز ببنده ربکا هم میتونه با وکیل الهدادی تموم کنه، پولم میاد هرچی سریعتر بهتر. موافقم. من اون مقدار پول که الهدادی میخواد ندارم. با حال بود. جدی میگم. یعنی چی جدی میگم سعید؟ رو دلار اون موقع حساب کرده بودم، با قیمت دلار الان حتی نصفشم نمیتونم تامین کنم. اینو چرا الان داری میگی؟ بس که میگفتم چرا اون موقع که الهدادی حرف میزد لال شده بودی؟ نمیخواستم که هم بیارم جلو اون. یا اشکالی نداره، این همه ملک و املاک داری، بفروش پول کن بیار اینجا. نمیتونم همه زندگیمو بیارم اینجا که. بعدش هم مناقصه هندورابی پول میخواد، بخشی از پولمو باید بذارم ضمانت بانکی اون. این فکرها رو بعد قبلا میکردی، بعد یه سری آدمو علاف کنی. تو که پول درست حسابی نداری، برای چی منو ونکوور کشوندی آوردی اینجا؟ بشین نیما. سعید درست میگه، پولی که داره میگه کم نیست، ما بهشون پیشنهاد میدیم یا قبول میکنن یا نه. خانم اینجا ایران نیست، ای حرف بزنی حرفتو عوض کنی برای کسی مهم نباشه. پول نداری یعنی چی نداری؟ عین خیالت هم نیست نه؟ ببین سعید، عین قبلناتی، هیچ کس و هیچی برات مهم نیست غیر از منفعت خودت، آبرومو بردی. به تمرگ نیما. اون شو بابا. برش کن مرتی کرده، این نگران پول خودشه، میشناسمش. من میرم دنبالش. Why he got so upset? He'll be okay, no worries. Sometimes he drives me crazy. His behavior, سعید. Everything. بهش نرسیدم، سعید تاکسی گرفت رفت. پاشو بعد بریم دنبالش. پاشو الان وقت از دست دادن نیما نیستا. اشتباه میکنی. I gotta go. Sorry, we have to go. See you later. When do I see you again? I call you. Tonight. He left. Did he take a taxi? Yes. Which destination? Limassol port. He said he wanted to travel by boat. بریم. تو نمیخواد بیه. مطمئنی؟ تو رو دیده هار شده. خودم زمانشو بهتر بلدم. کجا داری میری؟ نیما واسه چه عوضی بازی در میری؟ پول پرت میکنی رویز خافر و امیرزی لاتمازی در میری؟ چه ده؟ بیان با طلبکاری و پروی خرمدرندی کاراتو بیش بردی، ولی اینجا دیگه زمین سفت و این حرفا. تو گل میخوری وقتی پول نری میای اینجا معامله کنی. فکر کردی من اوت کنم یا اون یارو الادادی یا تو بچه زرنگی میتونی کلاشو برداری؟ مرتی که حمال کلا برداری چیه؟ بهت گفتم پروژه رو زمین بی کمک تو برداری. تو اینو نگفتی، تو گفتی من پول ندارم، گفتم نداری، گوه میکنی این کار میکنی. برو به شاروزوهای بزرگ نکن. بعدم اگه نداری از اول به من میگفتی من بدونم چه گوهی بعد بخورم. اینو منو میشتاسم، بیشور نادون احمق. منم حالا چه غلطی میتونی بکنی؟ حالا دیگه هیچی، ببین من دیگه نیستم، خودت میدونی این علدادی. اگه قبول کرد نکرد به جهنم، برو به کاره. نیما این مناقصه واسه من خیلی مهمه. من جوری که میخوام همه زندگیمو واسش بذارم. من چه؟ تو هم نمیخوای کمک کنی به درک؟ نمیکنم. ببین منو سعید، خودم جمعش میکنم. میدونی نمیشه، بدون من نمیتونی. الانم بهترین راهو جلوی پات گذاشتم. قفلی این پروژه با کن، برو ببن روی پروژه دیگه. این پروژه رو بسته دست یکی پولشو داره. فقط یه نفر پولشو داره، اونم رویاست که با شرکت که خودم واسه ساختم داره جلوی خودم وامیسه. واسه چم مهم نیست این مناقصه رو ببره یا نبره، فقط مهمی که من نبرم. این تو مغزت فرو کن. بیشور اینو الان بعد به من بگی. پاک بر سر خفش اینجا بینم مرد حسابی. خب من علم غیب ندارم که الان به من گفتی سعید بچه بازی در نیا، دارم با تو حرف میزنم. این الان یعنی چی؟ یعنی رویا میخواد تو رو بزنه زمین؟ دقیقاً. سعید من تو رو میشناسم، تو آدمی نیستی بدون پول وارد یه معامله گنده تعجیبت بشی. راستشو بگو. همشو بدونم میمونم سعید، ندونم میرم.
خودت میدونی. به رفاقت اون قسم الهدادی رو میپرونم. من دیوونم. سعید دنبال چی؟ نیما تو اون جزیره رو ندیدی؟ جواهره. فقط من میدونم اونجا چی بسازم. زمین نیست، تلاس. یه چیزی بسازم لنگه نداشته باشه. وقتی بهت میگم زمین خالی میبینی وحشی میشی، همینه دیگه. بسازم بسازم. مرض ساختن داری مگه؟ این مرض رو جای دیگه خالی میکردی الان حالت بهتر بود. حال من موقعی بهتر میشه که یه عالمه آدم با انگیزه جمع کنم دوباره هم دیگه روی پروژه درجه یک کار کنن، رو پای خودشون وایسن بی منت. خب این پول میخواد، داری؟ که میدونی من چقدر پول دارم. خب پس چی میگی؟ سعید میخوای بمونم، بعد هر چی پول داری بیاری وسط، یه حساب مشترک با میکنیم. منم هر چی دارم میارم وسط، مرد و مردونه شریک میشیم. من به تو اعتماد دارم. تو مگه پول داری؟ آقا میگم هر چی دارم میارم وسط، هر کی اندازه سهم خودش دیگه. گیرم شریک شدیم. خب فایننس پروژه هندورایی با کی؟ اونم حلش میکنیم. این پروژه الهدادی که راه افتاد میریم روش، از یه بانک کانادایی یه وام میگیریم، با پول وامه میریم از یه بانک ایرانی یه ضمانتنامه میگیریم. اصلا همه اینا هم که نشود، من انقدر آدمشو دارم تو کانادا که از یه بانک کانادایی برای ضمانتنامه بگیرم. دیگه چی؟ خوبه آقا سعید، رو بازی میکنیم. رو بازی. الو لاله. ای کجایی؟ خب اصلا لوکیشن فرستادم دیگه. چه میدونم اینجا کجاست؟ بغل ساختم تخم مرغیه. برس اون خودت. کجا میره هی؟ فرستادمش دنبال کار مالی تو صراف ببینم ببینم پول چه جوری بعد بیاری. اینجا رو علف کردی. چی شد سعید؟ ادعای الهدادی درسته. مالک 100 درصد پروژه است. We have to go to the police to get a background check. Yeah, but we have to wait for Lale. Okay, hurry up. آره بدون خانم بیحقی که اصلا نمیتونی. الهابی اومد. دیدی با زر زدی. باز بی‌تربیت شدی. اینجا اینجا. How long will it take to finish the deal after the full payment? Yes, okay. Just a moment. I undress. خدا سرم رفت. اوکی. ساختمون بنک و نیاوران و زمین کیشو گروه زارم وام میگیرم از بانک. میتونی سری جمعش کنی؟ آره. اوکی. همانگیاشو کردم. این که چیزی نیست بابا، ملت سه روزه اختلاس. تو هم که میدونی من شیوهای خودمو دارم. آقا اختلاس منم هستم، منم شیوهای خودم رو دارم. تو داری با اون حرف میزنی یا حواست پیش منه؟ دوستا من بارها بهتون گفتم بنده مولتی ام، 10 تا کارو میتونم بابا. مزخرف نگو. چی گفت الهدادی؟ میگم مولتی ام دیگه. حل آقای مولتی، به جای این کارا یکم زبان گوش کن. با اون حرف زدنت زبانم چشه. اتفاقا همین لهجه هم شیرینم کرده. میستر کی دادی خزینه کریمینال رکورد؟ اوکی ثانک یو. یو ویلکام. Thank you. چرا نمیه پیش ما؟ بس حالا اونجا میکنم. دیر نمیشه که. میشه؟ اعترافی بکنم. همیشه می جنگم برای بردن. وقتی می برم دیگه همه چی برام بی‌معنی میشه. مثل الان. تو هم اینجوری؟ شب آخره. پاشو بریم بیرون. یکم خوش بگذاریم. برو پای ممی. نیا بردیم. پس از این لاین آبی باید تشریف ببریم. میدونم. مرسی نیما. خواهش می‌کنم.
سلامت. بریم. خوبی؟ بگو. نشستی تو پرواز؟ از ظرف یه هفته همه چی ردیف میکنم. بس این زنگ نزدم که فقط بهم بگو دلار میخوای یا یورو. به حرف منو گوش بده. ببین کاری نداری. داله خدافظ. به خدا این حق داره ناراحت چن قضیتش کردی رفت دیگه. بابا مرد حسابی احمد، این زن لطیف حسود میذاشی بره بعد شروع میکردی تیک و تاک با این ربکا. چقدر نفهمی تو. آره من نفهم. چقدر نفهمی. من نفهمم. حالیت نمیشه بهت میگم لاله فقط مشاور منه. تو خوبی سعید. تو چرا فهم میکنی من اینقدر خرم؟ بابا به خدا ما اونقدی که تو فهم میکنی خر نیستی. چند وقت میشناسیش؟ 4-5 یا 4-5 یعنی دقیقاً زمانی که بچی از رویا جدا می‌شدی ها؟ به اون که راحت نرسه این باز زر زدی؟ باز بیادر شد. طلاق من رویا به هیچ کس ربطی نداشت. بچه بودم با یه دختر بزرگتر از خودم آشنا شدم، دوستش هم داشتم. چند وقتی با هم زندگی کردیم و تمام. نه خودم رو شناختم، نه اونو، نه زندگی رو. پس رویا رو هنوز دوست داری ها؟ نه پیچیده ایه. و هم همین دلیل دوستش داشتی فکر کنم هنوزم دوستش داری. الان وقت این حرف نیستم. لاله زود پول جفت و جور میکنه. قراره محضر رو زودتر بذاره. دوشنبه خوبه؟ آره خوبه. اما این Okay, shall we? Coming back from Spain. In 2-3 days. Take care of yourself. When I'm back, we'll start a new project. Saeed, بریم دیر شد. Saeed, میچسبی ها. بجون. Rebecca, take care. Take care. Have a safe flight. Don't forget, new project, new contract. Okay, money, money, money. Bye. میدم تمام. آره ولی کار سختی بود. حالا هم هنگ شده نریم این طرف سوال پیچمون کنه. اب بابا لاله رو نمیشناسی. همه چیز هماهنگه. شاید 4 تا سوال بکنه ولی فرمالیته. همون دیگه. خانم بیاقیم است که خیلی کارش درسته. یه چند وقت قرضش بده به ما، چند تا کارم ما باش بکن. گفتم بعد کار. کار میگم. گفتم بعد کار. کار میگم. کلی کار خودت مونده. کارهایی که به من سپردی با من. ضمانت‌نامه بانک کانادایی با عزیزم اینا رو من انجام میدم دیگه. باز بی‌تربیت شد. I don't usually agree to see people that participate in bids, but my friend Behzad asked me to see you because apparently you're having a very good serious reason to be here, right? You flew all the way from Cyprus. Mm-hmm. So that's my office. Please come in, have a seat. Thank you. So, I guess your visit here has to do with the proposal, right? Yes. I'm listening. First of all, thank you for having us, Mrs. Andrea. Oh, sorry. See? Oh, no, no. No, 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 no puedo hablar ahora. No estoy sola. Claro que sí. Tengo mucho trabajo. Vale. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Okay. The most important part is not included in the proposal because it was missing from the resume. Here it is.
As you can see, I invested in another project back in 2017 in the city of Limassol in Cyprus at the value of $30 million. I own 50% of that property. That's interesting, actually, because, you know, investing in a project in European Union can increase your chances of winning the bid. So it's a very positive point. Yes, that's why we are here. What about the financial guarantee? We will get it 4 days, maximum. Okay. So I guess we have a full proposal then. Okay, thank you. آقا من از اولم به تو حسادت می‌کردم. آقا من ناراحتم. آ جون سعید خوش کن. نه برای که بچه خوشگل بودی، بچه پولدار بودی که همون سمسی در بودی دست کرد. به جون سعید، بخواد اینکه تو دست رو هر چیزی لعنتی می‌ذاری میشه. ولی من به جون سعید. دارم میرم دیگه وارد این کاری بشم. اولش که برم یه ذره برم تو یه ذره به جای سختش بسه کم بیارم. حالا نمیدونم میتونم یا نه اصلا بهم کنم تجیب سعید. بابا اینجوری بشه بس سرمون رو بزنیم زمین ببینیم. نمیگم سرمون رو بزنیم زمین ببینیم. خودتو لعنتی همش به عشی بازی حال اینو بگید بزن به من بگید بود بابا مگه من بعدم میاد حال کنم به جون نیما اصلا تو اون مملکت اینجوری نکنی میذارم پتو پردوتو بیارم پایین باید که جنگی صبح شد ادالت نیما بردار تلفن دیگه اکشه انگیت هم مثل خود مسخره خاک بستم نیما بردار این لامستم بیشور کوری خوابم من Hello. Hi, I'm Andrea. Hi, Andrea. How are you? No, Vardar, how do I speak to you? I have to talk to you. I'm listening. All the documents you gave me are fake. What? All your investment documents are fake too. Are you serious? I'm too serious. The person you've made the deal with, Hal Haddadi, is in jail for the last 3 years. And all his property is distrained from Cypriot government. But you check everything. How is that possible? I'm sorry, but I've already checked everything from Spanish government. You're criminals, and we can take you to the court. Hold on a second. We came all the way from Cyprus to Barcelona to meet you and... Bye. Hello? توقیف چه یارو داره سر ما رو گنده راه میره من ربکا رو بگیرم شاله مگه ما همه چی چک نکردیم مگه نرفتیم پلیس مگه محضر نرفتیم مگه سوء پیشینه نگرفتیم دارم میگم زر میزنه بذار من الهدادی رو بگیرم مگه تو اینا رو نمیشناختی خفه شو یه دقیقه بهت میگم یارو داره گم الهدادی هم خاموشه سعید بشم سعید بشم سعید من پله باسته باید چی؟ کیف من کجاست؟ اونا بقل تختت میشه هم چیز ما رفتیم من چه چک کردم درخش دار 20 دقیقه یه لحظه ترسیدم ازی تو تر آره آخه بهش بگو مرد حسابی تو قد و قواره یه 20 مغازه یه جا بودی گوشی الو
به خدا من برای خودش میگم، والا من برای خودش میگم. خانم رویا بفهمه خدا رو بنده نیست، میدونی که من برای بردن این مناقصه به ضمانت مالی بانک شما نیاز دارم. بله، فکر میکنم اینم میدونی که چند تا شرکتی دیگه هم برای گرفتن ضمانت مالی به بانک ما مراجعه کردن. خب این کاملا طبیعیه، ولی بعید میدونم کل سرمایه اون شرکت رو به اندازه یکی از سپرده‌های من توی 2 سال اخیر تو بانک شما باشه، درسته؟ اینکه بله، 100% همینطوره. و داشتن مشتری خوب مثل شما برای ما باعث افتخاره. دیگه پس دیگه نوبت شماست این بار. بهتره برای بانکتونم که روی برنده‌ها سرمایه‌گذاری کنه. اصلا من برای همین اینجا اومدم. که هم بتونم حافظ منافع بانک باشم و همین که بتونم تلاش کنم که این قرارداد رو زودتر امضا کنیم که یه معامله برد برد اتفاق بیفته. بسیار خوب، جلسه ما اینجا تمام. انشالله شما موانع رو بردارین چون اصلا وقت نداریم. من یه مهمونی دارم بعد بهش برسم. گفتم قبل از دیدار آقای دکتر قدسی خدمت شما برسم، شما هم در جریان قرار بگیرید. یادتون باشه وقت نداریم. خیالتون راحت. سلامت. از پذیرایتون خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. ببخشید. سلام، منو خدمت جناب دکتر قدسی ابلاغ بفرمایید. بهشون بگین تا کمی بعد از رفتن مهمان ناگهانی میرسم خدمتشون. منتظرتون هستم. خواهش میکنم. اینجا اجازه که اینجاست مال منه. میدونم دوستشون داری ولی نمیتونی ببریشون. باشه، امانت پیشت. من دنبال مهمترشم. میدونی من وقتی خراب بشه ببرم میبرم. میدونم. برای من توضیح دادن شرایط شما و شرایط پروژه رو. به هر حال برای ما با احترامی که برای شما و پدر گرامی قائل هستم، جهت اطلاعتون پدر من در این شرکت به خصوص در این مناقصه هیچ نقشی نداره. من خودم تنها دست جسارت نداشتم. خواهش می‌کنم. با احترامی که برای شما قائل هستم، خواهش می‌کنم. چیزی که برای ما مهمه اینه که بدونیم شما از پس این پروژه برمیاد یا خیر. خودتون فرمودین که برای بانک بهتره که رو برنده‌ها سرمایه‌گذاری بکنه. بله، درسته. حجم عظیم این پروژه ما را متاثر کرده. بالاخره ما مسئولیم در برابر سپردهای مردم. بله، این حس مسئولیت پذیریتون فوق العاده است. من یه پیشنهاد میدم بهتون. شما میتونید یکی از شرکت های زیر مجموعتون رو به عنوان ناظر به ما معرفی کنید. اینجوری خیالتون راحت. هزینه‌ش هم با من چطوره؟ بسیار خوب. پس در اول جلسه یاد مدیر این موضوع رو مطرح میکنم. عالیه. نتیجه به اطلاعاتون میرسم. بسیار عالی. پس هر چه سریعتر بهتر. وقت کم. ممنونم. بگو. کجایی؟ اومدم. رویا، اوضاع از چیزی که فکرشو میکردیم پیچیده‌تره. ظاهرا نمیتونه. طرفای اسپانیایی عاشق طرحهای مهندسی سعید شدن، جوری که حاضرن به خاطرش قید سابقه ظریف شرکتشو بزنن. این به حساب مطمئنه؟ یعنی مطمئنی که درست میگه؟ آره بابا، رابطه اصلی مناقصه است تو ایران، اطلاعاتش درسته. میگه اصلا اسپانیایی یا طرحو رو دیدن مبهوت شدن. یعنی سابقه شرکت من هیچی؟ سابقه شرکت تو در مقابل قدرت طراحی و مهندسی سعید هیچه. خب اینطوری باشه که من مناقصه رو میبازم. متاسفانه همینطوره. مگه اینکه برایش نقشه بکشی؟ تو که استادشی. چه نقشه ای؟ چیکار کنم؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. اگه یه جوری میتونستی پولای سعید رو ازش بگیری شاید میشد کاریش کرد. مناقصه پول میخواد، اینطوری نمیتونه سرمایه گذاری کنه، خود به خود هضم میشه. اگه از همون روز اول هرچی داشت و میگرفتم ازش اینجوری نمیستد جلوم شلطاق کنه. ولی حتما یه راهی هست. آره یه راهی هست. فکری داری؟ آره، ولی کامه، باید پختش کنم. خب بگو. بهش بگو بازنده ای مناقصه است. اگه اینو بهش بگی دست به هر کاری میزنه. بعدش بنداز تو مغزش که پولشو ببره توی پروژه خارج از کشور سرمایه گذاری کنه. ریز ریز بهش بده، حتی با تردید، اصلا اشاره مستقیم نکن. به نظرت به حرف من گوش میکنه؟ اگه بدون تنها برگ برندشه، بله گوش میکنه. بعدش هم تو مشاورشی، بهت اطمینان داره، چرا که نه؟ نمیدونم، فکر بدی هم نیست. فکر خوبیه، فقط باید پختش کنی. ولی تو تنهایی از پسش برنمیای. باید یه نفر بهت کمک کنه.
کی؟ نیما. همون که کانادا بود؟ آره. مگه با هم اختلاف نداشتیم؟ اتفاقا به دلیل همین اختلاف مجبوره که بهمون کمک کنه. سعید ممکنه سرمایه‌اش رو ببره خارج از کشور، ولی پولو دست کسی میده که باهاش بدبستون مالی داشته باشه. تو این دو سه ساله با نیما خوب پول درآوردن. به ارتباطای نیما اعتماد داره. به نظرت نیما قبول میکنه؟ اگه من بخوام آره. خب بخوام. نمیشه؟ بعدش هم برو سر اصل مطلب. پورسانت. راحت و پاکیزه. مهندس باکر سلام وقت زنگ زدنه. ببخشید آقای مهندس، مزاحم خواب نازنینتون شدم. جون رویا خواب جون من الکی قسم نخور، به یکی اینو بگو که ندونه چه غلطی داری میکنی. خوردم بیدار بودم. چیه؟ برو شارژر منو بیار. گوشی رو بچرخون ببینم. گوشی رو بچرخون، میخوام گوشه کنار خونه رو ببینم. بیا ببین چیم رد شد. چهار تا رفیقیم دوره هم جمع شدیم دیگه. شما مشکلی داری؟ خسته نباشین. آفرین. خونه من که رفتی پنج شدی. اجارم که نمیدی. کازینو هم را انداختی. چی شد پس این شارژه؟ مشتی ما رو با این خونه. کازینو چیه؟ جمع شدیم داریم خستگی در میکنیم. همش کار که نمیشه که. خسته نباشی. بمیرم برات. اون هنسفری کوفتی رو بذار تو گوشت، کارت دارم. بگو. استراحت دارم برا. اوه تو استراحت داشته باشی اول بدبختیه. گذاشتی؟ وایسا. بگو. سعید بهت زنگ میزنه. ازت برای سرمایه گذاری توی پروژه خارج از کشور کمک میخواد. بهش میگی اوکی. یا نه اصلا. بهش بگو باید فکر کنم. بعد منو تو مفصل با هم حرف میزنی. میخوای اصلا دو سه باره اول جوابشو ندم بعد جوابشو بدم؟ آره خوبه. نیما گن نزنی ها. خراب کنی خودم میام ونکوور، اول از اون خونه بیرونت میکنم، بعدم پوست تو قلفتی میکنم، یه کیف کوچیک میدم دست آخرین دختری که بدبخت کردی. وحشی وحشی ها. من اصلا موندم شما دوتا چجوری 12-13 تا زیر یه سقف زندگی کردین، اونم سالم. البته علاوه فیزیکی و علاوه روحی که روانی. کاریو که گفتم میکنی. باشه فقط بعدش باید با هم حرف بزنیم. باشه برو لالا. رفتی که رفتی. واقعا نمیخواستم دیگه برگردم ولی کار پیش اومد. اومدی ویلا تو بفروشی؟ ویلا نه بابا. اومدی ویلا بخری؟ نه اما اومدم دنبال یه چیزی. دنبال چی هستی؟ دقیق و روشن بگو. یه پروژه نصف کاره. یه پروژه‌ای که صاحب نداشته باشه، صاحبش فراری باشه. هست؟ واسه چی میخوای؟ میخوام بفروشمش به یکی. بکنه برداری کنی. نه بابا، یکی جیبامو خالی کرده، میخوام پولامو برگردونه سر جاش. این چی بوده که جیبات تو رو خالی کرده؟ همسر سابق. اخ 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 اخ. انتقام؟ عش از این کارو نمیکنه. آقای عش، ما میدونیم شما دنبال پولی، شما کارتو خوب انجام بده، پول خوبم گیرت میاد. از تو آقای این وسط چیکار است؟ همسر سابق فعلا بهش اعتماد داره. اون چه بدبختیه که به این اعتماد داره؟ حالا این وسط سوالا چه اهمیتی داره که میپرسی؟ داره. واسه عش اهمیت داره. یعنی اهمیتش بیشتر از پولیه که قراره گیرت بیاد؟ تو میدونی که من فقط واسه پول کار نمیکنم. یه چیزی باید توش باشه. هم پول توشه، هم یه چیز دیگه. توضیح میدم برات. توضیح میدی؟ آره، بعدا. خط باشه هست. خطه. دو طرفش خطه. یادت رفته دو سال پیش همین بازی رو سرم آوردی؟ برای خرید اون ویلا؟ هستی یا نیستی؟ هست. یه آدم هم میخوام که نقش صاحب پروژه رو بازی کنه. از همین آدم ها که اینجا مستان علافن. تا شب بهت خبرشون.
ای من کاری ندارم، تو قبلا اینجا بودی نبودی، ویلا خریدی فروختی، اشکی این آدمی که معرفی میخواد بکنه چیه؟ من خودم برای خودم مهمم، برای همین گنده تا این آدماشم نتونستم منو گیر بندازن. اینجا هم نمیخوام برای این مسئله به این کوچیکی که هیچی هم تاش برام نداره بیافتم گوشه الفتونی. حوصله سورپرایز شدن و تو عمل انجام شده قرار گرفتنم ندارم، برای همین از این به بعد بدون اجازه من آب نمیخوری. اگه نپذیرم چی؟ نپذیری سوار یکی از همین قایقا میشم، میرم تو افق گم میشم، دیگه دستت هم بهم نمیرسه. باشه دیگه، اینایی که میگی باید هماهنگ کنم دیگه، باید هماهنگ شیم. رو بازی میکنیم ها؟ Are you sure this guy can afford that much? It's going to be a lot of initial expenses. It's up to us to do everything correctly. You don't know Said well. Now, the first thing he will need is a lawyer. And it better be a woman. Rebecca. Who is this Rebecca? She's my girlfriend. We live together. She's a dancer. Perfect. Dancer. Can she do it? Of course she can. I train her. Okay. But for her money, you talk directly with her, okay? Okay, I take care of that. What's next? We discuss about my money. Okay. Mm-hmm. How much? 50-50. Ooh, are you kidding me, Carlos? Do you know what you're saying? 50% yourself and 50% together? No. Yes, it's normal for no, such a big no. plan. No, come no. on, guys. No. Okay, tell me if you have another offer. Yeah. Same shares, all of three of us. One third each. Yeah. No, it's very little for me. Why not? Okay, no problem. چی شد به تحقیق رسیدی؟ نه، اصلا نمیشه. They want to split in three. غلط میکنه. Do it. What? Do it. Okay. I'm a nice guy. Okay, let's go. The first step is introduce the lawyer to the engineer. Step two, I'll take you to see Al-Haddad's project. Then I have my guy go pick up the original construction documents from the registry's office. Which is good, because the documents already exist. Said will go to the police to do background check. What's your plan about that? The guy who does the background check, what's his last name? Peter. What's my last name? He's my cousin. And in my family, we love money. Carlos, are you sure the cameras won't record you beside each other when you go to the police station? Yes. They will record whatever we want them to record. The rest he will delete. He's a professional. I've worked with him many times in the past, don't worry. Where will the contract sign? I will find the best possible place for you. And I will make it look better than the original registrar's office. It's the best place I could find that we can turn into an office. But we'll make it perfect, don't we? Yeah, it's a good place. What about the other information? Websites and... That's the easiest part. I have the best hiker in Cyprus. Can you change this photo? Carlos, in a few days from now, you're going to play the main role. Al-Hedali. Can you do it? Watch me. Oh yeah, bienvenido, baby. سعید خودت میدونی ها خانم بیحقی. میگم چه رزه ای ربکاه خوب سفت اومد. یکم زیادی مخالفت نمی کنی؟ نه بابا من اینو میشناسمش اندازش دستم خیالت راحت باشه فقط سر یه شب. الو رویا جانم بگو. دختره اوکیه. چقدر طول میکشه فلاش بیاد اینجا؟ فکر کنم 4-5 روز دیگه.
Let's start the meeting. Whatever information you need, she will give you. Al-Haddadi will spend 50% of his project for $15 million. The money will be spent on accomplishment and exploitation. He won't agree on any amount unless he visits the project. قطع کن، دارم گوش میدم. And set a meeting for tomorrow evening again. But if we receive the results of inquiries and become confident that everything is legal, then we can discuss on the price. It's okay. No money discussion. این عدد و رقمایی که اینا میگن رو فکر نکنم سعید داشته باشه. اینجوری که حرف میزنه داره. نه بابا، بلوف میزنه. تا حالا پوکر بازی کردی؟ فکر کنم ما یه جای اشتباه محاسباتی کردیم. بعد به رویا بگیم. آره، ولی بعد درستش کنیم. بیا. خوب جا خالی میدی. آفرین. گفتم رفتی هوا. سریع برو هتل. کلیدو تحویل بده. بگو برای یه تاکسی بگیرم برای بندرگاه. به یارو هم تاکید کن رفیقات اومدن بهشون بگه تو رفتی. چی شد بالاخره؟ حرف حسابش چیه؟ هیچ، میگه ندارم. نداشته باشم کل ماجرا میره رو هوا. رو یا از من گفتن. خب بعد یه راه حلی براش پیدا کنیم. وقتی میگه ندارم چرا؟ داره عزیز من، داره، فقط کم خب داره. چه فرقی میکنه داره یا کم؟ ما هر طور شده باید این هر چی داره رو بکشونیم اینجا. فقط حواست باشه زیادی بالا نگیری، زود بیا پایین. برای اینکه این دیوونه بشه میزنه زیر کاسه کوسه، همه چیمون میره هوا. بعد اگه گفت کم دارم تو بگو میذاری براش. من که ندارم، در از تو میذاری. بگو دیگه. تا اینجا کارو که من با نقشه تو اومدم. ولی رویا خیلی دوست دارم یه چیزی بهت بگم، شاید ناراحت شی ولی میخوام بگم. بگو. سعید از اولش هم آدم خلاق و باهوش بود، به اینجایی که الان رسیده میرسه. تو تنها کاری که کردی اونو زودتر پرتش کردی تو دنیایی که زخرف نگو دیگه. وقتی چیزی رو خبر نداری ازش. آقا سعید، رو بازی میکنم. رو بازی میکنم. راست. میستر، تو دکی نزده کنم. اوکی. تینکیو. You're welcome. Thank you. چی شو؟ سوء سابقه نداره. میگم یارو برای خوش کسی معلومه دیگه. روی من دارم برمیگردم ایران. برو عزیزم، مواظب خودت باش. ممنون به خاطر کارهایی که برام کردی. به خاطر تو نبود که، به خاطر پول بود. برو به سلامت. خدافظ. Thank you. سیامک. سلام. میخواستم بگم لاله بیحقی تو راه ایرانه، در جریان باش. This is my home, and it's getting late. Yeah, it's getting late. See you tomorrow. See you tomorrow. سره که کنار لاله بیحقیه، اسمش رامین نوری پناه. چند سال پیش مهاجرت کرده رفته کانادا با یه رقم بالای بدهی بانکی. حالا بعد چند سال این ریسکو برداشته اومده ایران، مستقیمم جزیره کیش. از این نزدیکتر نمیتونم فیلم بگیرم. حالا باید ببینیم لاله بیحقی داستانش با این پسر چیه. بازم برات فیلم میگیرم. خوبه سیامک، دیدم همینجوری زیر نظرش داشته باش. ببین با کیا میره، با کیا میاد. نمیخوام کار دستمون بده. This is your Dominican password. Oh, I'm a Dominicano citizen now. Woo! I love it. Thank you. You're welcome. Vamos. New life, new adventures. Oh.
چی بدم بگو دیگه. میگم دوربین بده ببینم. بیا. خوبی؟ در چه حالی؟ میبینی که صدا به صدا نمیرسه. ببین ما هم داریم تکلیف کائنات رو روشن میکنیم. عدالت، عدالت. آندرا فردا صبح تماس میگیره میگه همه مدارک جعلیه. الهدادی هم رفته زندان. فردا؟ دقیقاً فردا. اوه اوه اوه. بذار ما یه حالی امشب بکنیم بعد. بخم یه حالی بکنه. مثل که حالیت نیست برای چی رفتی اونجا حال کنیم حال کنیم. رفتی کار کنی اونجا. یه بار بیا با هم مرور کنیم ببینم. میدونی چی کار کنی؟ میدونم دیگه. فردا این زنگ میزنه میگه مدارک جعلیه. ما هم برمیگردیم قبرت. بعد میریم سراغ ربکا. ربکا هم که نیست. اش جفتشون رو با کارلوس فرستاده رفتن. بعد شما باید چیکار کنین؟ میریم پیش پلیس. به پلیس چی میگی؟ میگم که اش یکی رو به نام کارلوس به ما معرفی کرده که مشاور الهدادیه. اون کارلوس هم قرار ملاقات گذاشته با الهدادی. منم خودم شخصا رفتم سراغ الهدادی. اینجوری دیگه پای هاشم دیدین. اوکی. آفرین. بعد همه چی میفته گردن کی؟ من بدبخت. که اصلاً مهم نیست. چرا؟ چون تو پول گذاشتی. سعید فکر میکنه چون شریکشی بهت شک نمیکنه. باد کاری نداره. رویا ببین من رویا بی رویا خدافظ. لاله امروز میشه بهزاد بود. ملاقاتشون هم خیلی کوتاه بود. یه پاکت هم بهش داد که نفهمیدم چیه. این پسر رامین نوری بنا هم همراهش بود. در واقع تو این چند روز گذشته این دوتا همش با هم. سلام لاله جان چطوری؟ سلام قربون تو چطوری؟ اوضاع خوبه؟ آره نقشه‌مون همه عالی دقیق پیش رفت. خوبه پس الان پول تو حسابته؟ نه پول تو حساب من که نیست. الان توی حساب تو پاناما. آدمامون ولی دارن ردشو پاک میکنن. تو چه خبر؟ چه کارا کردی؟ منم مشغولم. اتفاقا امروز میشه بهزاد. اه؟ میشه بهزاد برای چی رفته بودی؟ رفتم ببینم که اوضاعمون چطوره دیگه. خب برنده 100% مناقصه مایی. ممنونم لاله. واقعا اگه تو نبودی هیچی پیش نمیرفت. ولی عزیزم ایده اصلی مال خودتون. کی برمیگردی؟ میام به زودی. باید اینجا باشم حواسم به نیما باشه گاف نده. آره حواست به اون خیلی باشه واقعا. خیالت راحت حواسم هست. کاری نداری؟ فعلا. خدافظ. خوبه رو کن ببینم بچه دا عشق پارتی دیم یکمون لطفا میدیم وقتی زر بدیم جواب بدم یه دست بدیم هم بازی کنیم خانم مهندس با کلاس این ساعت وقت زنگ زدنه ببخشین آقای مهندس مزاحم خواب نازنینتون شدم جون رویا خواب بودم جون من علکی قسم نخور به یکی اینو بگو که ندونه چه غلطی داری میکنی خوش آجر منو بیار گوه خوردم بیدار بودم چیه گوشی رو بچرخون ببینم گوشی رو بچرخون میخوام گوشه کنار خونه رو ببینم دست تو بیا بیا ببین چیه؟ بیا ببین خبری نیست بیا کیان رد شد بابا چهار نفر دوره هم جمع شدیم داری بیا گپی میزنیم بیا پشتی ما رو با این خونت کازینو چیه بابا یه خستگی داریم عرب میکنیم همش کار همش کار که نمیشه که خسته نباشی بمیرم برات اون هنسفیری کفتی رو بسه تو گوشت کارت دارم سعید به زنگ میزنه ازت کمک میخواد تو سرمایه گذاری توی پروژه خارجی بهش کمک کنی بهش بگو اوکی یا اصلا نه بهش بگو باید فکر کنم بعد منو تو با هم مفصل صحبت میکنیم خیلی خوب میخوای اصلا دو سه بار اول جوابشو ندم بعد جوابشو بدم آره خوبه نیما گن نزنی ها خراب کنی خودم میام ونکوور اول از اون خونه بیرونت میکنم بعدش هم گوست دو گلفتی میکنم میکنم ایش یه کیف کوچیک میدم دست آخرین دختری که بدبختش کردی وحشی وحشی ها من اصلا موندم شما چجوری 12-13 سال زیر یه سقف زندگی کردین سالم موندین البته لحاظ فیزیکی روی که روانی کاریو که گفتم میکنی باشه فقط بعدش باید با هم حرف بزنیم باشه برو لالا
زنی کی اینقدر ازش حساب میبری؟ دختر سال بالاییمون بود. بعدا هم زن یکی رفیقام شد، سعید میشناسیش. میگم این چیزی که گفتی الان دقیقا جواب من بود؟ گفتی کیه؟ منم گفتم دیگه. گفتم چرا اینقدر ازش حساب میبری؟ من یه سری اطلاعات و مدارک میخوام دقیق و درست. سعید چون فرصتت کمه باید مدام گوش به زنگ باشی. نظر کاری میشه کرد؟ آره بابا چرا نشه، فقط هزینه داره. همین الان من باید یه سری آدم رو بچینم پای کار، بعد پول خرج کنی مهندس. آسی سعید شینگن داری دیگه؟ آره شینگن. آره داریم. دارین؟ باز یه سری آدم اضافه چیدی دور خودت؟ مگه با کی داری میای؟ خانم بیهقی مشاورمه. خاک بر سرت، من از وقتی که دورو میشتازم همه مشاورات زنن. چطوری؟ دیگه نمیدی من شما رو گرفتم. نوشه جونت بخور، هرچی میخوای به حساب من. با پول خود من میخوای منو مهمون کنی؟ مشکل بازی کردی باختی، پول خودت. شما رو میخوری حالا یا نه؟ نوشه جونت، اگه بشه بگو یه قهوه برام بیاره. ببینم رامی، هنوز اون ارتباطات تو ایران داری؟ چطور؟ یه کار نونابدار است. اگه از ارتباطات استفاده کنی میتونیم بذاریم ببریم. برنده شدم قیافه تو نمیخوره، تو ببری هم تشویق بازی. خب 24 ساعت از بزرگترین شکست زندگیت نگذشه، برندش هم اینجاست. بابا بهت رحم کردم، پول نارو شامت داشته باشی. آره. باشه بریم اونور صحبت کنیم، من این سیگار بکشم. پس بگو قهوه رو بیارم اونور. Two latte please. ببینم چی میگی؟ یه مناقصه از قرار تو ایران برگزار بشه برای ساختن یه ریزورت بزرگ تو جزیره هندورابی. راهی بعد پاشی بری کیش، البته اول گیروگورای قبلی تو پاک کنی تمیز، بعد میری برانداز و پروژه رو به چند نفر خودتو نشون میدی. یه کسایی هم بعد ببینی که مدارکم کامل شد بهت میگم کی و کجا. ولی از همه اینا مهمتر بعد نهایت استفاده را ارتباطات ددی ببری، بتونی یه ضمانتنامه بانکی بگیری برای ساخت پروژه. او چقدر باید کار کنم؟ بعدم اصلا اصول ساخت و ساز ندارم بابا. آقای نوری پناه عزیز، قرار نیست ما کل پروژه رو بسازیم که. کلنگ اولو زدیم، پول طرف خارجی رو برمی‌داریم می‌زنیم به چاک، خودشون میدونن و پروژهشون بزنن تو سر کله هم دیگه. سهم طرف خارجی چقده؟ خیلیه، 70%. حالا تو حساب کن قصه اولش 20 میلیون یورو هم باشه، ببین چه پولی میشه. بعدت میاد از دست ما 20 میلیون یورو بزنی بجی؟ نه ولی این حرفا اصلا به اشل تو نمیخوره. من چند روز دیگه میرم قبرس، تا اون موقع بهم خبر بده، وقتمون کمه. من برم کار دارم. قهوه تو نمیخوری؟ بابا این کانادا یه اسفن فسفس میکنه. خداحافظ. الو رسیدی؟ سلام علیک. اوضاع مرتبه؟ آره قبرسم. فکراتو کردی؟ نیازی به فکر کردن نداشتم، باید مطمئن میشدم حرفا درسته یا نه. خیلی خب حالا مطمئن شدی؟ یه سری اطلاعات به درد بخور برام بفرست از خود پروژه، مهمتر از اون آدمایی که میشه خریدشون. پس هستی؟ هستم، مدل خودم. میخوام گنده بپرم رو دست همه اونایی که تو مناقصن. اینه قرارمون کلنگ زنی تو اندورابی. من دارم میام ایران، آنلاین باشم. آنلاینتم. چطوری؟ خوبم. میگم این کارت که تموم شد، اگه یه پیشنهاد دیگه باشه هستی؟ بستگی داری چی باشه و از طرف کی؟ از طرف آدم حسابی ها، برنده ها. میشنم. این وقتی رسیدی ایران یه پسری با تماس میگیره به نام رامین. رامین چی؟ نوری پناه. یه قرار بذار ببینش، حرفاشو بشن. بهش گفتی من آدم سختی هم؟ گفتم برم از سلام رو جمع کنم. فردا میری؟ آره.
بهتر وقت همو زیاد نگیریم. آره موافقم. خب من با این سوال شروع میکنم، تو چرا داری با رویا همکاری میکنی؟ پول. چقدر پول؟ اونقدر که لازم دارم. ببین یه پول گنده این وسطه، تو یه بخش کوچیکشو داری میگیری به عنوان دستمزد. لیاقتت اینه؟ نیست که. کارهای بزرگ پولای بزرگ میخواد. امثال شماها داریم، من ندارم، مجبورم همین باشم. قرار بود وقتم خیلی نگیری. به من کمک کن مناقصه رو ببرم. این قول رو قبلا به کسی دیگه دادم. این قول رو قبلا به دو نفر دادی. من همه چیز رو میدونم دقیق. الان چیزی که ازت میخوام اینه که کاری کنی شرکتی که من پشتشم بیاد تو مناقصه تاییدیهاشو بگیره. نمیشه. میشه. همونطوری که مدارک جعلی مهندس سعید هندورابیو کردی لای پروندهش. اضافه کردن یه شرکت جدید کار سختیه؟ چقدر گیر من میاد؟ 1,000,000 دلار. کمه. چقدر؟ 2. 2 خوبه، چون جزء دسته دومی 1.5 بهت میدم. قبول. فکر کن شرکتت اضافه شد. چی داری که مناقصه رو ببری؟ آها، فرض کن که یه شرکتی از طراحاش از ایتالیا اومدن، من پشتشم، سابقه ساخت بزرگترین برجا رو توی ونکوور و تورنتو داره، یه بانک خیلی خیلی معتبرم ضامنش، به نظرت کی برنده است؟ تمام. علو بهزاد، اینه؟ بله، رابطه اصلی مناقصه است. فهمیدم چرا به حرفت گوش میده. مدارک به نظرم کافی نیست. من چک کردم اوکیه. تو این زمان کم ضمانت بانکی از همه چی مهمتره. داره؟ پسورد. پسورد چی؟ پسورد به تغییر میدم دیگه. آره خب نتونه، من بتونم. تیکه ننداز، هممون با همین بخیال. ببین من میدونم که این کار هزینه داره. خوبه، همه چی رو میدونی. فردا یه مبلغی رو میریزم به حساب احمد، باقیش هم موقعی که اسم این شرکت از توی پاکت در بیاد. در میاد دیگه. فعلا. ما تا کی باید این جور جواب هم قرار بذاریم راجع به کاری یکی دیگه حرف بزنیم؟ بعده مگه؟ بعد نیست، ولی میشه جای دیگه قرار گذاشت. دو نفرش کرد. به اونجا هم میرسیم، فقط من خیلی آدم جذابی برای قرار دو نفره نیستم. پای یکی از اینا در میونه؟ من کار میکنم با همه، تو هم نفعشو میبری. این مدارکو بذار لای پرونده مناقصه. باشه. باشه چی؟ یه کافه با هم میریم. اتفاقا این روز پیش بهزاد بودم. اه؟ پیش بهزاد برای چی رفته بودی؟ رفتم ببینم اوضاعمون چطوره. خب؟ خیالت راحت، برنده 100% مناقصه مایی. ممنونم لاله. واقعا اگه تو نبودی چی پیش نمیرم. دیگه اینطوریه دیگه. علی عزیزم، ایده اصلی مال خودت. کی برمیگردی ایران؟ میام به زودی. باید اینجا باشم، حواسم به نیما باشه، گاف نده. آره حواست به اون خیلی باشه واقعا. خیالت راحت، حواسم هست. کاری نداری؟ فعلا. خدافظ. بهش نمیگفتی به بهزاد دیدی؟ فرض کن یکی منو با بهزاد دیده باشه، نمیخواستم شک کنه. کجا بشینی؟ اونجا اون گوشه. بعدش هم من رویا رو میشناسم. بذار تو قبرس سرش گرم باشه، ما به کارمون برسیم. جونوری هستی ها. من با تو کل کانادا رو میخرم میفروشم. حالا بذار ببینم یکی رو چجوری با هم حساب میکنی. خب از کجا شروع کنیم؟ الان از یه قهوه. آقای اندورابی چطوره؟ خوبه خوبه. منو اسپانیایی؟ نه بابا برگشون قبره. چیزی نفهمیده که هنو؟ ببین نه، ولی تنش بالا سنها کن چسبیده به سر.
پیش پلیس رفته؟ آره دیگه الان اونجا این دیگه. اونجا ما انگه دیگه. ببین دوربینا همه چی رو نشون داد غیر از ما رو. اونجا چه خبر؟ خوبه. اوضاع خوبه دختر زبده. چقدر هستی باش؟ دونی. ببین زر نزن دیگه به من راستش. یکونی. بچه یکونی من رسوی وسیم اگه چقدر قراره گیر ما بیاد؟ حالا بذار ببریم. قرار نیست پولی بدیم به کسی که مناقصه رو ببریم دیگه لاله نمیشنسیم کسی دستش به ما نمیرسه تمام تو تا کی اونجایی؟ شهر نشه برا؟ نه ببین رویا زنگ زده میگه بریم برگردیم ایران فکر مناقصه رو برده اینا چه صافه لو ندی چیزی ها خیلی عادی و ریلکس باشو به ایران من بیام ایران برو بای بای باشه دیگه بس من شب میبینم خدافز بذار برسی بعد نه شب با بچه ها میخوایم بریم باشگاه بینم خونه هم اونجاست شما میری هتل نامی چه خبر؟ تو چه خبر؟ چجوری پیچوندشی مهندس سعید هندی رویو؟ وای وای رامین نبودی ببینی داشت سکته میکرد بهش گفتم دارم میرم پاناما رد پولا رو بزنم پاناما پاناما پولای خلاف دنیا کجا گم میشه؟ پاناما سعید به چی گفت تشک میکنه؟ پاناما من چی گفتم؟ پاناما بابا نیما گفتی نقش درجه یکی ها فکر نمیکنم انقدر راحت بتونی قصه در بری شیطون این دلخورم میکنی رامین اینجوری میگی مرد حسابی عین پازل چیدم کنار هم تو چیدی؟ مهم نتیجه است پلیس آچمز مونده بود این قرارداد خودش مالی یه سال و نیم قبله پلیس هم شک کرده بود گیر داده بود بهمون اصلا بعد دیدن که آقا من خودم مال باختم به چه ما میتونن گیر بدن تمام تو چیکار کردی پیدا کردی ضمانت ببین بدون ضمانت نامه من هیچ تضمینی ضمانت نامه رو گرفتم بابا البته تاریخ تحویل مدارک تموم شده بود این بهزاده توی دبیرخونه آدم داشت خیلی نرم مدارک ما رو کرد لای اسناد منامسه تموم هیچی دیگه برنده این بابا تمام برنده این با منی شرکت کرانه غرمی با مدیریت جوان اول راهیل نوری پناه سعید با اولین پرواز خودتو برسون به کیش وقتی اومدی همه چیزو برات توضیح میدم فقط سری بیا مخصوصا فیلم ها رو برات نفرستادم چون میدونستم ببینی عصبانی میشی تو هم که غیر قابل کنترل برو ببین وقتی لاله اومد ایران برات پول جور کنه و بفرسته چون به هیچ وجه بهش اعتماد نداشتم به سیامک گفتم زیر نظر بگیرتش یه ملاقات معمولی هیچ چیز عجیبی نیست لاله و بهزاد این پسر اسمش رامینه رامین نوری پناه کاش میتونستم از این آقازاده ها که توی امریکا و کانادا داره ول میچرخه اولش که فیلمو برام فرستادن دیدم صورتش خیلی برام آشناست بگو کجا دیده بودمش خونه خودم تو ونکوور با نیما به نیمام شک کردم بهش گفتم برای پیگیری رد پولای پاناما تو رو ول کنه با من برگرده کیش چون اگر این آقا دستش با لاله و بهزاد توی یک کاسه باشه حتما این دوستان همدیگر رو تو کیش ملاقات میکنن اینم کیش پول و ضمانت و طراحی و سواد و هیچ با زرنگی و پدرسوختگی و کلاهبرداری زدن همه چی رو بردن خیلی خوب حالا تو این همه دروغ و دغل و جاسوس بازی در آوردی که چی؟ اگه این کار نمیکردی پروژه هندو رو بیارن دست من بود حقت بود اصلا حق داشتم بالاخره باید جواب تأخیرها و توهیناتو میدادی دادم خیالت راحت شد آره بالاخره باید بدونی که اون قدم که فکر میکنی زرنگ نیستی دیدی که به همین راحتی سرت کلا رفت همین برای من کافیه هممون داریم سر هم کلا میذاریم فقط هر کی با مدل خودش فرق ما اینه که تو این مملکت موندم و چهار نفر دارن از کلاهبرداری نون میخورن فکر میکنی اگه رامین و نیما این مناقصه رو ببرن چی کار میکنن؟ هر روزادا آجر رو آجر نمیذارن فرداشم پولاشو برمیدارم میرم اونور دنیا اشغال کاش اینا رو میفهمیدی و میذاشتی من کارم بکنم با یه وکیل درجه یک اسپانیایی حرف زدم گفتم اینا دارن غیرقانونی یه شرکت دیگه که همه چیش فیکر رو وارد مناقصه میکنن اسم شرکت کرانه غربیه گفت مدرک میخواد آندرام تو اسپانیا یکی اینه بهزاد تو ایران همشون با همن وکیل راست میگه مدرک میخوایم اساسی آره بهزاد ازت پول میگرفت اطلاعاتو میرسون به لاله آره
پول رو میریختی به حساب خودش؟ آره؟ نه 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 سب کن به حساب $500 میلیون حق مشاوره به حساب آقای احمد رجبی. سیامک فیلم ها رو برات گرفته؟ آره. بهش بگو بره ببینه این احمد رجبی کیه، آدرس خونش کجاست، خط و ربطش رو پیدا کنه. که چیکار کنی؟ یمت. الو، یه عکس واسه تو واتساپ فرستادم، چک کن لطفا. این کیه؟ احمد رجبی. اینه؟ بله، یه کارمند ساده تو تشکیلات بهزاد، زن و بچه داره و توی خونه کوچیک اجاره نزدیک نیروگاه زندگی میکنه. پس تو $500 میلیون ریختی به حساب یه کارمند ساده که توی خونه اجاره زندگی میکنه. یه چیزایی با یه چیزای دیگه نمیخونه. حدسم درست بود. مدرک اساسی که میخواستیم رو پیدا کردیم. فردا 9 صبح میام دنبالت، با هم بریم سراغش. خوبه. خدافظ. شکایت واسه چی؟ به خاطر رشوه که از ما گرفتی. رشوه؟ کدوم رشوه؟ ما سند داریم ازت، هم من هم ایشون پول ریختیم به حساب، مبلغش هم کم نبوده. آقا به خدا من کلا یه حساب دارم که حقوقمو میدن توش، اینم پیامکاش خودتون میایین ببین. یعنی تو خبر نداری از این پولا؟ نه به خدا. مگه تو برای بهزاد شمس کار نمیکنی؟ چرا، ولی من کلا یکی دو بار دیدمش، دو بارم به ما بون داده. همین دروغ میگی مرتی که. آقا چرا توهین میکنی؟ به خدا دارم راست میگم. خیلی خوب بریم، کارت داری بهت میگم کی کجا بیاری. بهزاد یه حساب باز کرده به نام احمد رجبی و کل معاملاتش به نام این بدبخت انجام میشه. احتمالاً 10 تا آدم دیگه هم مثل این داره. کل مدارک شناساییشون رو ازشون گرفته. یه وکالت تامال اختیار هم داره. قاعدتاً باید یه صفته رقم بالا موقع استخدام ازشون گرفته باشه. بگردیم کلی ملک و املاک داره احتمالاً این آقای احمد رجبی که روحش هم خبر نداره. الان بهت میگم. دیگه باید برم سازمان خبر بدم. باید بدونن چه خبره. الو سیامک. ببین هر جا هر چی این آقای احمد رجایی به نامشه آمارشو در تا 2 ساعت دیگه من میخوام. وانمود نکن من نشناختی. به جا نمیارم. اینو بگیر. چیه؟ صورت حساب بانکی احمد رجایی، کارمندت. میدونه چقدر پول تو حسابشه؟ یه قایق 6 میلیاردی داره. 30% مال جدیدی که دارن تو کیش میسازن به نامشه. یه دونه پنت هاوس. چی میخوای؟ شرکت کرانه غربی که تازه مدارکشو کردی تو مناقصه. بیارش بیرون. دیگه نمیتونم. میتونی. چون اگه نتونی کارمند میفهمه چه بلایی سرش آوردی. ما هم اینو ازش شکایت میکنیم که ازمون رشوه گرفتی، که در از تو رشوه گرفتی. بهترین وکیلا رو میندازیم به جونت. عقلتو به کار بنداز. برای خودت دردسر درست نکن. ببین منو تهدید. حالا کار داریم با هم. فقط یه چیزی، هیچ کس از این ماجرا هیچی نفهمه، به خصوص لاله. میخوام سورپرایزش کنم. میفهمی؟ سورپرایز. تکرار کن. سورپرایز. 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 برکل. بچه ها ممنون که اومدین و تنها نزداشتیم. دیگه این تنها کاریه که میتونیم براتون کنیم دیگه. بعدم بهم بگو چطور زمان ادامه بانکی رو جور کردی. حتما بهت میگم. اینم ببین. جا مونده بود. آه مرسی. آه صحیح، اون تو ممکنه هر اتفاقی بیفته. وحشی نشی عزیزم. یادم نباش جنبه باخته دارم. خدا اگه داشته باشی. سلام به حضار محترم. پس از بررسی‌های انجام شده در خصوص دانش و تجربه، حسن سابقه، توان فنی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و مالی توسط کمیته فنی و بازرگانی و بررسی کلیه پیشنهادات سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح و دوره بهره‌برداری،
پروژه بزرگ ریزورت اندورابی به شرکت ساختمانی تاغنما با مدیریت آقای مهندس سعید پارسا واگذار می‌شود.